سلام، به کانال آلمای نیوز خوش اومدید. اگر اولین باری که این ویدیو رو میبینید، حتما روی سابسکرایب کلیک کنید و روی زنگوله بزنید تا ویدیوهای ما رو ببینید. توی کانال آلمای نیوز اخبار و اطلاعات مفیدی از کشور آلمان براتون به اشتراک میذاریم. پس با همون همراه باشید. امروز میخواییم در مورد وونگلد صحبت کنیم. وونگلد یک کمک اجتماعی که از طرف اداره رفاه اجتماعی به افرادی که درآمد پایینی دارن پرداخت میشه. در این ویدیو بهتون میگیم که آیا کسایی که از دولت دارن کمک های اجتماعی دریافت میکنن میتونن درخواست وونگلد بدن؟ اصلا چه افرادی میتونن درخواست وونگلد کنن؟ مبلغ وونگلد چقدره؟ و همچنین چطور میتونن درخواست بدن برای گرفتن وونگلد؟ سوال مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که وونگلد فقط به مستاجران پرداخت میشه یا صاحبان خونه میتونن وونگلد رو دریافت کنن؟ امروز سعی میکنیم به صورت خلاصه در مورد تمام این موارد صحبت کنیم. پس با دقت ما رو همراهی کنید. وونگلد به افرادی پرداخت میشه که هیچ کمک دولتی دریافت نمیکنن و فقط حقوق پایینی دارن. برای دریافت کردن و درخواست وونگلد شما میتونید بسته به شهر یا ایالتی که در اون زندگی میکنید به شهرداری ها یا وونگلدشتله مراجعه بکنید. وونگلد به دو صورت پرداخت میشه. یکی برای مستاجرا و دیگری برای صاحب خونه ها. البته صاحب خونه ها بر اساس فرمی که پر میکنن باید تمام هزینه های ماهانه شون رو بنویسن، مثل هزینه های گرمایشی و انرژی، مثل هزینه های وام پرداختی و حقوق دستمزدی که دریافت میکنن. به صورت کلی مقدار وونگلد مشخص نیست و بسته به سه مورد داره. یکی اینکه شما چند نفر هستید، یکی اینکه چقدر کرایه خونه پرداخت میکنید یا هزینه های خونه ای که برای خودتون هست چقدره، و اینکه چقدر دستمزد میگیرید. اداره مربوطه بعد از بررسی تمام این موارد و بررسی شرایط کلی شما به شما اطلاع میده که آیا شما میتونید از وونگلد استفاده بکنید یا خیر. با این وجود شما میتونید با سرچ کردن وونگلد قشنا در گوگل وبسایت های مختلفی رو پیدا بکنید که با توجه به سوالاتی که از شما میپرسه میتونه به شما بگه که وونگلد بهتون تعلق میگیره یا خیر. حتی بعضی از این وبسایت ها بعد از اینکه به شما اعلام کرد که وونگلد بهتون تعلق میگیره، بر اساس اینکه توی چه شهری هستید یا توی چه ایالتی هستید، به صورت مستقیم درخواست شما رو برای اداره مربوطه ارسال میکنه. و اما چه مدارکی مورد نیازه برای درخواست وونگلد؟ اولین چیزی که مورد نیازه فرمی هست که مخصوص درخواست وونگلده. دومین چیزی که شما نیاز دارید باید اعلام بکنید که حقوق و دستمزدی که دریافت میکنید چه مقداری هستش. مورد بعدی فرمی هست که باید صاحب کار شما اونو پر کنه و امضا کنه. همچنین فرمی هست که شما باید اونو به صاحب خونتون ارائه کنید و اونو پر کنه، امضا کنه و به شما تحویل بده. و همچنین شما باید سه اجاره اخیری که پرداخت کردید رو برای این اداره ارسال کنید تا مشخص بشه که مقدار کرایه‌ای که پرداخت کردید چه مقداری بوده. و اما سوالاتی که ممکنه به ذهن شما برسه رو ما پاسخ میدیم. و اما یه سری از سوالاتی که ممکنه خیلی از دوستان به ذهنشون برسه رو ما پاسخ میدیم. و اگر سوال دیگه ای دارید حتما در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. یکی از سوال ها اینه که اگر ما به صورت حضوری بریم آیا درخواست ما سریعتر انجام میشه؟ به طور معمول زمان پاسخ به درخواست شما بین 6 تا 8 هفته زمان میبره، چه حضوری باشه و چه به صورت اینترنتی ارسال کرده باشی. تنها مزیت حضوری رفتن شما این هستش که مدارکی که مورد نیاز هست رو میتونید شخصا تحویل بدید. سوال دیگه اینه که مقدار وونگلدی که به ما تعلق میگیره از چه زمانی برامون محاسبه میشه. باید بدونید که از تاریخی که شما درخواست رو ارسال میکنید از همون تاریخ برای شما محاسبه میشه. سوال بعدی این هستش که آیا برای وونگلد باید هر سال درخواست ارسال کنیم؟ جواب مثبته. وونگلد فقط به مدت یک سال به شما تعلق میگیره و اگر
در سال بعد هم نیاز به وونگلت دارید، باید 2 ماه زودتر درخواست خودتون رو ارسال کنید. سوال بعدی این هستش که اگر از کیندرگلت استفاده میکنیم، آیا میتونیم درخواست وونگلت هم بدیم؟ جواب مثبته. فقط و فقط کسانی میتونن از وونگلت استفاده بکنن که از کمک های دولتی مثل جاب سنتر و سوسیال استفاده نکنن. نمیدونم این ویدیو تا چه حد برای شما مفید بوده. اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونها هم اطلاعاتی هرچند محدود از این مزایا داشته باشن. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.